با درود خدمت شما شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه زنان امید پخش خواهد شد. شما میتونید در طول برنامه نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. درود خداوند به همه شما شنوندگان گرامی. شما به برنامه زنان امید گوش میکنین، برنامه‌ای که برای شما شنونده های عزیز تهیه و تدارک دیده شده تا به قلب های شما نور و امید رو بتابونه. منم درود میفرستم به همه شما همراهان گرامی و خیلی خوشحالم که باز در خدمت شما هستیم. امروز قراره در مورد مدرک هویتی صحبت کنیم. درسته. قصه از اینجا شروع شد که چند روز پیش رفتم کافه نزدیک خونه که دیدم دوستم هم اونجاست و شروع کردیم به صحبت. بهش گفتم اون صحبتاتو در مورد هویت و شناسنامه رو تو برنامه گفتم و کلی هم اتفاقا طرفدار پیدا کردی و شنونده ها درخواست قسمت بعدی رو دادن. اتفاقا منم نوع نگاهشون رو دوست دارم. توی مطالبشون همیشه یه نکته آموزنده جدید هست که بهش توجه نمی کردم. بله، و گفت بهتر اسم این داستان رو بذاری گذرنامه. می گفت شناسنامه یه دفترچه یا مدرکیه که تو کشور خودت اعتبار داره، اما گذرنامه دفترچه یه حدود 16 برگی که تو کشورهای دیگه اعتبار داره. طبق تعریف سازمان ملل، گذرنامه یا پاسپورت یکی از مدارک شناسایی رسمیه که از سوی دولت‌ها برای شهروندانشون صادر میشه. با این مدرک دولت از سایر کشورها میخواد تا به شهروندشون اجازه گذر یا ورود به خاک اون کشورها رو بدن. اجازه که این کشورها برای ورود به افراد میدن روادید یا ویزا گفته میشه. گذرنامه از یه طرف مجوز خروجی فردیه که از سیاستهای داخلی کشور پیروی میکنه و از سوی دیگه تضمین کننده امنیت و حقوق مسافر در قلمرو اون کشورها هستش. این موضوع تابع قدرت سیاسی و بین‌المللی کشور صادرکننده گذرنامه هستش. اگر کشوری بخواد میتونه به فرد بدون گذرنامه هم اجازه ورود به اون کشور رو بده. اولین اشاره ها به نامه‌ای که به عنوان گذرنامه مورد استفاده قرار گرفته در سال 450 پیش از میلاد و در کتاب نهمیا بوده. نهمیا از یهودیان شناخته شده در کاخ شوش و مباشر اردشیر یکم هخامنشی بود. برای سفر به یهودیه از اردشیر یکم نامه‌ای دریافت می‌کنه تا تضمینی برای به سلامت عبور کردن از اراضی تحت سلطه دیگر فرمانروایان باشه. میدونی به استناد این بخش از کتاب مقدس اولین گذرنامه توسط پادشاه سرزمین پارس صادر شده. و نکته جالب دیگه اینه که خدا تو کتاب مقدس گفته شریر رئیس این دنیاست و شریر با کنترل مردم اونها رو دستبندی میکنه و دورشون خطی به اسم مرز میکشه. مرزهای مختلفی از قبیل مرز جنسی، زبانی، قومی، مرز فرهنگی و حزبی و غیره تا میرسیم به مرز ملیت یا کشور. و اگر به خواست یا اجبار از اون مرزی که داخلش بودی خارج بشی، نیاز به مدرکی داری که اون رو ثابت کنه. گذرنامه در خارج از کشور دارای ارزشه و با اینکه اون ارزشش رو از تو و هویت تو میگیره، در نهایت ارزش تو توسط همین چند برگ تعیین میشه. نازنین جان، متوجه نشدم، میشه بیشتر توضیح بدی؟ راستش منم همینو گفتم و دوستم برام توضیح داد. میگفت یه جورایی باعث میشه بهت احترام بذارن. به عنوان مثال توی همین کشور ترکیه اگه بخوای اقامت بگیری و گذرنامه ایرانی تو نشون بدی، کلی سنگ جلوی پات میندازن. ولی اگه گذرنامه آمریکایی رو نشون بدی، کلی بهت احترام میذارن و به راحتی میتونی اقامت تو بگیری. خلاصه همین دفترچه هویتی کوچیک باعث کلی دردسر شده برای ایرانیای خارج از کشور. یه بازی روانی که این شیطان انجام داده و میده از بین بردن اتحاد و ایجاد مرزه. مثلا با جدا کردن افغانستان، تاجیکستان و ایران از هم که سرزمین پارس رو تشکیل میدادن، یا تقسیم کردها بین سه کشور ترکیه و ایران و عراق. منم باهاشون موافقم.
باید خیلی حواسمون به این شیطانی که در کتاب مقدس سلطان دنیا معرفی شده باشیم. درسته. حالا خروج از مرز تعیین شده‌ات اگر به خواست خودت باشه که با گذرنامه انجام میشه اسمش مهاجرته. اما اگر این خروجت به اجبار باشه بهش میگن مهاجرت ناخواسته یا پناهندگی. یعنی تو به یک کشور دیگه پناه میبری تا حداقل امکانات انسانی رو داشته باشی و اونجا بهت یه تیکه کاغذ تک برگ میدن که فقط مشخصاتی از تو روش نوشته شده که جزء آمار باشی. آماری که به جز محدود کردن بیشتر تو هیچ چیز دیگه برات نداره. نازنین جون، متاسفانه همینطوره. حالا قبل از ادامه بحث، بهتر شرایط پذیرفته شدن درخواست پناهندگی از سوی سازمان ملل رو برای شنونده هامون بگیم. موافقم باهات. مثلا اولیش اینه. اگر برگردی کشورت، زندگی، آزادی یا امنیت خودت یا یکی از اعضای خانوادت تهدید میشه. به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی، به دلیل گرایش یا هویت جنسی خود، متحمل خشونت، سوء استفاده یا تبعیض بشید. قربانی استثمار جنسی، ازدواج اجباری یا خشونت توسط اعضای خانواده یا افراد دیگه ای بشید. به زور به خدمت سربازی گرفته شدید تا در جنگ یا درگیری شرکت کنید یا شما رو مجبور کردن از سلاح استفاده کنید. مورد پنجم این که مورد شکنجه یا رفتار غیر انسانی قرار گرفتید. و مورد ششم، اجازه فعالیت و درآمدزایی و حداقل زندگی یک انسان در کشور خودت رو نداشته باشی. یا اگر در کشور خودت از درگیری یا خشونت رنج بردی، در صورت بازگشت در خطر هستی. طبق هر کدوم از این شرایط ممکنه پناهنده در نظر گرفته بشی و میتونید برای وضعیت پناهندگیتون درخواست کنید. برای طرح درخواست پناهندگی نیازی به ارائه هیچ مدرکی ندارید. اما اگر مدرک شناسایی یا مدرک دیگه‌ای دارید که درخواست شما رو تایید میکنه میتونین ارائه بدین. با همه این موارد اگه دقت کرده باشین بیشتر مردم ایران میتونن درخواست پناهندگی بدن چون بیشتر این شرایط رو دارن. دوستم گفت یه نکته جالب در مورد گذرنامه اینه که تاریخ پایان داره و این یعنی محدود کردن آزادی انسانی. دولت میتونه به تو اجازه نده که از مرزی که برات تعریف کرده خارج بشی و در داخل اون مرز زندانیت کنه. و اینو اینجا میشه فهمید که تو به عنوان یه ایرانی که ساکن ترکیه هستی اگه پناهنده نباشی موقع تعویض گذرنامت ازت 100 یورو میگیرن و اگه پناهنده باشی ازت 200 یورو میگیرن تا یه دفترچه‌ای بهت بدن و بگن تو زنده ای و عضوی از جامعه ایران هستی. کشوری که حداقل شرایط زندگی عادی رو برات فراهم نکرده ازت پول بیشتری هم میگیره. واقعا که گذرنامه کشورها دوستان داره رنگ‌های مختلفیه. رنگ‌های آبی، قرمز، مشکی و سبز برای پاسپورت‌ها انتخاب شدن که هر کدوم معنای خاصی دارن و برای منطقه‌ای مشخص مناسب هستن. رنگ قرمز نمادی از اتحاده و اغلب کشورها از این رنگ برای پاسپورت خودشون استفاده می‌کنن. رنگ سبز رو با عنوان نمادی مذهبی در بیشتر کشورهای مسلمان می‌بینیم. رنگ آبی بیانگر دنیای مدرن و رنگ مشکی که نمایشی از قداست برای کشورهای آفریقایی تعیین شده. گذرنامه ایران زرشکیه. جالبه بدونیم طبق آمار در سال 2020 گذرنامه ایران به رده ششمین گذرنامه کم اعتبار جهان سقوط کرد. در میان 199 کشور جهان گذرنامه ایرانی مقام 194 رو داراست. چقدر عالی واقعا. از بین 199 تا ما رتبه 194 رو داریم. و مورد جالب دیگه که وجود داره متنای داخل گذرنامه است. مثلا تو صفحه آخر گذرنامه آمریکایی نوشته شده بدین وسیله وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا از همه افراد درخواست دارد که بدون تأخیر یا ایجاد مانع به شهروند دارای ملیت ایالات متحده که نام او در این گذرنامه آمده
اجازه عبور دهند و در صورت نیاز به او کمک قانونی داده و از وی حمایت کنند. و در گذرنامه کشورهایی که در موضع ضعف قرار دارند مثل جمهوری اسلامی ایران نوشته شده این گذرنامه برای مسافرت به تمامی کشورها اعتبار دارد مگر به کشورهایی که دولت در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران را به آن کشورها ممنوع و یا محدود نموده است. دارنده این گذرنامه حق مسافرت به فلسطین اشغالی را ندارد. در حفظ و نگهداری گذرنامه کوشا باشید. صدور گذرنامه جدید مستلزم طی مراحل قانونی است. از این داستانای اینطوری که توی زندگیمون هست و خیلی کمتر بهش توجه میکنیم، لیلی جون توی دنیا فراوونه. دوستم ازم پرسید، به نظرت وقتی عیسی مسیح بیاد، اولین اقدامش چیه؟ گفتم، نمیدونم. اون گفت، به نظر من برداشتن مرزهای کشور است. مثل زمان قدیم که ابراهیم از اور رفت حران و از اونجا رفت کنعان و بعد به مصر رو مهاجرت کرد. برای اون دسته از شنونده ها که این مکان ها رو نمیشناسن بگم که مسیری که ابراهیم طی کرد از جنوب عراق فعلی رفت ترکیه و سپس سوریه، لبنان، اسرائیل، فلسطین، مصر و همینطور ادامه داشت. در زمان ابراهیم هم کشورها وجود داشتند ولی اطرافشون مرزی نبود، پس هر کس میتونست هر جا که دوست داره بره و زندگی کنه. یکی از درس‌هایی که میتونیم از کتاب مقدس بگیریم همینه که اصلاً نباید مرزی بین کشورها باشه و هر کس هر جا دوست داره بره و زندگی کنه، چون این زمین زمین خداست. و من فکر میکنم اولین اقدام عیسی بعد از بازگشتش با ایجاد اتحاد همین برداشتن مرز هاست. درست میگی. حتی بخوام یه مثال دیگه ای هم بزنم، اینه که برای تولد عیسی مسیح 3 ستاره شناس از امپراتوری ایران وارد امپراتوری روم شدند. این یعنی مرز کشوری وجود داشت، ولی این مرز برای انسانها نبود. انسانها خودشون انتخاب میکردن جزو کدوم مرز باشن. خب برای اینکه شنونده هامونم استراحتی کنن و از خودشون پذیرایی کنن به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدین. جایی نرین، زودی برمیگرد. آخش لیلی جون، چقدر چای خوب بود، چقدر چسبید، واقعا به موقع بود. موافقم، خیلی چسبید. لیلی جون یه سوال ازت دارم، به عنوان یه شنونده نظرت در مورد بخش اول برنامه چیه؟
من که خیلی دوستش داشتم چون مواردی رو به اطلاعاتم اضافه کرد. مثلا گذرنامه 16 برگه و دارای رنگ‌های مختلفه. اعتبار کشور در اعتبار گذر موثره. در برگ آخر یه سری کشورها از بقیه دولت‌ها خواستن که به دارنده این گذرنامه احترام بذارن و در کارهاشون بهش کمک کنن و این یعنی اون شخص برای کشورش دارای اهمیته و در گذرنامه جمهوری اسلامی ایران نوشته شده که اگر گذرنامت رو گم کنی توی دردسر میافتی و این یعنی تو برای کشور خودت هم دارای اهمیت نیستی. واقعا خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است. ولی مهمترین و جذابترین بخش قسمت اول این بود که اولین گذرنامه ثبت شده توسط کشور ما یعنی ایران صادر شده و به چه کسی هم داده شده؟ به نهمیا. من این کتاب رو خیلی دوست دارم. تو هم موافقی که با هم الان این کتاب رو بررسیش کنیم؟ موافقم باهات. موضوع اصلی کتاب نهمیا ادامه مطالبی هستش که در کتاب عزرا شروع شده بود. یعنی ساخت جامعه‌ای متشکل از قوم خدا. توی اون زمان معبد بزرگ ساخته شده بود و پرستش خدا به صورت مرتب انجام می گرفت. ولی قوم نیاز مبرمی به مکانی امن برای زندگی هم داشتن. شرح بازسازی دیوار اورشلیم با وجود مخالفت‌های زیاد موضوعی هستش که در این کتاب عنوان شده. در کل میشه کتاب نهمیا رو به 4 قسمت تقسیم کرد. اول بازگشت نهمیا به اورشلیم به عنوان نماینده پادشاه پارس جهت رسیدگی به اوضاع سرزمین یهودا که این مطلب رو میتونیم در نهمیا بخونیم. دوم بازسازی دیوارهای اورشلیم. سوم تلاوت تورات توسط عزرا که منجر به اعتراف و توبه قوم اسرائیل از گناهانشون میشه. چهارم سایر خدمات نهمیا به عنوان حاکم سرزمین یهودا. یکی از قسمت‌های مهم و درخشان این کتاب توکل کامل نهمیا به خدا و دعاهای پی در پی اون هستش. و همینطور که در بخش اول گفتی صدور اولین گذرنامه جهان با استناد بر فصل 2 آیه 7 که گفته شده از شاهنشاه درخواست کردم که به من لطف نموده نامه هایی به فرمانداران استان غرب فرات بنویسد و به ایشان دستور دهد تا اجازه بدهند که من از آن منطقه عبور کرده به سرزمین یهودا برسم. سپس درباره بعد از بازگشت قوم از تبعید و اولین بار که کلام خدا برای همگان قرائت شد. در فصل 8 آیه 12 می‌خونیم که آنگاه مردم به خانه هایشان رفتند و با شادمانی خوردند و نوشیدند و آنچه را که داشتند با دیگران قسمت کردند. زیرا آنها آنچه را که برای ایشان خوانده شده بود فهمیده بودند. آمین. دوستان، کتاب های عزرا و نهمیا چون تاریخی رو در بر میگیرن که بعد از خروج اتفاق افتاده و رویدادهایی رو گزارش میکنن که مربوط به بازگشت از تبعیده و به طور واقعی از لحاظ تاریخی ما رو به پایان دوره گزارش شده در عهد عتیق میرسونن. حالا در کلام کتاب های عزرا و نهمیا دو کتاب متمایزن. اما به احتمال زیاد در دنیای باستان این کتاب‌ها یکی بودن چون هر دو کار یکسانی می‌کردن، هر دو در بیداری ملی شرکت داشتن. می‌دونیم که یهودیان بیش از یک نسل در تبعید و اسارت به سر بردن. امیدی رو تصور کنید که با رسیدن خبر نابودی اسارتشون و بابلی‌ها در اونها متولد شد و تونستن امیدوار باشن که استقرار سلطنت امپراتوری جدید پارس میتونه براشون آزادی رو به همراه داشته باشه. نمیدونم تا حالا زمانی رو در کشور دیگه‌ای سپری کردین و هرچی خودتون رو سازگار میکنین و با سرزمین بیگانه خو میگیرین باز هم هنوز یه چیزی هست. و اینجاست که قدیمی‌ها گفتند هیچ جا خونه آدم نمیشه. پس وقتی این کلام به این پناهندگان در تبعید میرسه که حکمی توسط پادشاه جدید صادر شده که بهشون اجازه میده به سرزمینشون برگردند، حتما این یکی از شادترین موقعیت‌هایی بود که در کل عهد قدیم اتفاق افتاده. با
باب اول اسراء از آیه 1 و 2 طرح مختصری از این رو به ما نشون میده. در اولین سال سلطنت کوروش شاهنشاه پارس، خداوند به وعده‌ای که به ارمیای نبی داده بود وفا کرد و کوروش رو برانگیخت تا فرمان کتبی زیر رو صادر کنه و اون رو به تمامی نواحی تحت فرمان خود بفرسته تا با صدای بلند برای مردم خوانده بشه. این است فرمان کوروش شاهنشاه پارس. یهوه خدای آسمان تمام مملکت‌های جهان را تحت فرمان من درآورده و مرا برگزیده است تا معبد بزرگی در شهر اورشلیم در یهودیه برای او بنا کنم. توجه کردید چطوری این کتاب معرفی شد؟ این صرفاً تاریخ کارای پادشاه فارس نیست، بلکه با این یادآوری به خوانندگان شروع میشه که آنچه باید اتفاق بیفته اتفاق میفته. در اینجا خدای اسرائیل خودش رو به عنوان یک قادر مطلق توانا آشکار میکنه. کسی که قدرت داره دل مخلوقاتش رو به سمتی که میخواد هدایت کنه تا اراده، مشیت و فرامین حاکمانی خودش رو انجام بده. پس در ابتدا به جای اینکه به قوم اجازه بده از دعاهای نیکخواهی پادشاه شادی کنند، به قوم یادآوری میشه که دست کی اونها رو از اسارت آزاد میکنه و اینکه کوروش کبیر با کار خدا برانگیخته شده. اینطوری بخش اول کتاب با بازگشت از تبعید شروع میشه. در باب 3 آیه 10 و 11 اینطور میخونیم: وقتی مردم مشغول بازسازی بنیاد معبد بزرگ شدند، کاهنان با رداهای خود در حالی که شیپوری به دست داشتند و لاویان وابسته به خاندان آساف با سنجهای خود در جای مخصوص ایستادند. آنها مطابق تعالیم داوود پادشاه به حمد و ثنای خداوند پرداختند. آنها سرودهایی در حمد و ثنای خداوند می‌خواندند و این بندگردان را تکرار می‌کردند: چه نیکوست خداوند، خدایی که محبت پایدار او برای قوم اسرائیل جاودانی است. آمین. اما در این متن یک یادداشت غم‌انگیز هم هست. در همون باب آیه 12 و 13 این رو میخونیم: وقتی بنیاد معبد بزرگ گذارده شد، بسیاری از کاهنان و لاویان و سران خاندانها که معبد بزرگ قبلی را دیده بودند، شروع به گریه و شیون کردند. اما بقیه حاضرین فریاد شوق و شادی سر دادند. هیچ کس نمیتوانست فریاد شادی را از صدای گریه تشخیص دهد، زیرا به حدی صدای جیغ و فریاد بلند بود که حتی از فاصله دور هم نیز شنیده می شد. در اینجا یه تفاوتی در نسل ها هست. جوانانی که اون زمان اومدند، هیجان زدند که از اسارت بیرون اومدند و در بنای پروژه بازسازی معبد برای ملتشون شرکت کردند. اما برای بزرگان جماعت مثل کاهنان و لاویان یه لحظه تلخ و شیرین بود، چون هنوز خاطره زنده از شکوه معبدی رو داشتن که توسط سلیمان ساخته شده بود و اگرچه این معبد در این زمان بازسازی می شد، امکان نداشت که اون رو با شکوه و جلال معبد سلیمانی که در طول عصر طلایی اسرائیل ساخته شده بود مقایسه کرد و به همین علت اونها به جای شادمانی و سرور اشک ریختن و گریه کردند. سپس در باب 6 از کتاب عزرا می‌خونیم که وقفه‌ای در تکمیل کار بازسازی معبد و برگزاری فسح ایجاد میشه و در این زمان عزرا میاد و اصلاحات مهمی رو در بین قوم شروع میکنه، چون قوم هنوز بسیاری از آیین‌های بت‌پرستان رو اجرا میکردن و آیین‌هایی که در اسارت یادشون گرفته بودن. بعد به کتاب نهمیا میریم که نه تنها بازسازی معبد، بلکه بازسازی دیوارهای شهر مقدس رو هم توصیف میکنه. پیغام اول این کتاب رو در باب اول اینطور میخونیم: در ماه کیسلو، در 20 سال سلطنت اردشیر شاهنشاه پارس، در پایتخت یعنی شهر شوش بودم.
حنانی یکی از برادرانم با گروهی از سرزمین یهودا به آنجا آمدند و من از آنان درباره اورشلیم و یهودیانی که از تبعید بابل بازگشته بودند سوال کردم. نهمیا که به عنوان ساقی پادشاه توصیف شده و در صحن سلطنتی از جایگاه بسیار قابل اعتمادی برخورداره، حالا یکی از کسانیه که به یهودا و اورشلیم رفته و پیش او میاد و او درباره شرایط شهر از او سوال میکنه. ایشان گفتند که آنانی که زنده مانده اند و به میهن بازگشته اند با دشواری روبرو هستند و بیگانگانی که در آن اطراف زندگی میکنند با حقارت به ایشان مینگرند. ایشان همچنین گفتند که دیوارهای اورشلیم هنوز ویران است و دروازه های آن از زمانی که در آتش سوخته شده بودند بازسازی نشدند. اگرچه نهمیا در کاخ پادشاهه، اما شدیداً نگران سلامت شهر خداست. اون پرستشگاه مرکزی و جایی که خدا قومش رو جمع کرده بود فراموش نکرده. پس درباره شرایط اورشلیم سوال میکنه و وقتی این گزارش دلخراش رو درباره سوختن شهر و فرو ریختن دیوارهاش میشنوه، واکنش اولیه اون افسردگی هست. بیاین اینجا بخونیم که چی میگه. هنگامی که این خبر را شنیدم، نشستم و گریه کردم. نهمیا گرفتار روح اندوه شده، پس اولین واکنش اون به خبر بعد ماتم و اندوهه، اما واکنش دوم اون دعاست و به حضور خدای آسمانها روزه گرفته دعا نمودم. من میخوام یک دقیقه به دعای این مرد توجه کنیم. گوش کنید که اون در دعاش چی میگه. و گفتم ای یهوه خدای آسمانها، ای خدای عظیم و مهیب که عهد و رحمت را بر آنانی که تو را دوست می دارند و اوامر تو را حفظ می نمایند نگاه می داری. گوشهای تو متوجه و چشمهایت گشاده شود و دعای بنده خود را که من در این وقت نزد تو روز و شب درباره بندگانت بنی اسرائیل می نمایم اجابت می فرمایی و به گناهان بنی اسرائیل که به تو ورزیدند اعتراف می نمایم. زیرا که هم من و هم خاندان پدرم گناه کرده ایم. او این دعا رو وقتی شروع میکنه، دعایی هستش که از دل شکستش بیرون میاد و میجوشه، از دل ترس و اندوه و ماتم، و مثل دعاهایی نیست که ما در چنین شرایطی میکنیم. او نمیگه خدایا چطور تونستی اجازه بدی این اتفاق بیفته، بلکه محتوای دعای اون دعای نیایشه، دعای احترام برای عظمت خدا. بله دوستان عزیز همراه، دعا قدرتی داره که هر سختی و مشکلاتی رو میتونه حل کنه و نتیجه این که من ایمان دارم که دعا میتونه هر گره‌ای رو باز کنه. هیچ غیر ممکنی برای خدا وجود نداره. ازتون میخوایم که شما هم با هم دیگه به صورت گروهی، به صورت فردی، با دلی خالص دعا کنید. برای چیزی که انتظار دارید و از خدا میخواید، به طور مستقیم به خدا بگید که از اون چی میخواید و چه انتظاری دارید. باور داشته باشید، ایمان داشته باشید که دعاتون برآورده خواهد شد. لیلی عزیز ممکنه تو این دقایق پایانی با یه دعا ما را برکت بدی لطفا. بله نازنین جان، پس با هم دعا میکنیم. ای خداوند قدوس و پرجلال، شکرت میکنیم برای امروز و اینکه به ما این فیض رو بخشیدی تا در نام عظیمت در تمامی لحظات زندگی و دشواری ها با اقتدار به تو تکیه کنیم و با ایمان دریافت کنیم. در نام یگانه فرزندت عیسی مسیح طلبیدم با شکر و سپاس. آمین. آمین. خب شنونده های عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه های زنان امید رسیدیم. شما میتونید از طریق شماره تلگرام و واتساپ 2031-638-9898-98 و همچنین از طریق وبسایت رادیو جهانی پارس با ما در تماس باشین و پیام ها و نظرات خودتون رو برای ما هم ارسال کنید. سپاسگزارم که همراه ما هستید و با نظراتتون ما رو در بهبود برنامه ها یاری میدین. مرسی که هستین
و تا درودی دیگر بدرود عزیزان. شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه با برنامه زنان امید با ما همراه بودین سپاسگزاریم. شما میتونین نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره واتساپ 2031-638-9898 و یا از طریق آدرس info@persianworldradio.com و همچنین وبسایت persianworldradio.com برامون ارسال کنید.